دوستان عزیزم، امروز با هم یه کلم پلو خیلی خوشمزه درست کنیم و این کلم پلو خیلی خوش عطر هستش. من موادی که استفاده کردم و در ویدیو بهتون میگم. یه دونه کلم کوچولو برای 3 تا استکان متوسط برنج کافیه و به زیادی این کلمو الان نگاه نکنید، چون همین که حرارت ببینه حجم این نصف شده. 1 روغن زیتون مایتابمو میریزیم و پیازه که خرد کردیم و توش تفت میدیم. یه ذره که رنگش عوض شد، ما حدود 200 گرم گوش به این پیازمون، یه دونه پیازی که خرد کردیم، اضافه میکنیم، چون که ما میخوایم بیشتر کلم قالب این برنج باشه تا گوشت و پیاز داغش و اینا. و این گوشت و پیاز داغ واقعا برای عطر کلم پلومون هست. بعد به این گوشتمون که داره سرخ میشه زعفران اضافه میکنیم. بعد دیگه نمک و فلفل و با هل که دیگه ادویه‌ای هستش که باید ما به این گوشت چرخ کردم و پیازمون حتما اضافه کنیم. بعد این کلم رو من نصفش رو میریزم که یه مقدار حجمش کم بشه و دوباره بقیه دیگرش رو به مایتابه و این گوشتمون و پیازمون اضافه میکنم، چون الان یک ذره که حرارت ببینه که خیلی کم حجم این کلم ها نصف میشه. برمون نمیخوایم دوستان توجه داشته باشید که در این حالتی که ما کلم رو اضافه میکنیم اصلا نذارید که کلمه زیاد پخته بشه، در حدی که تو اون گوشت و پیاز مخلوط بشه و اون طعم پیاز و گوشت رو به خودش بگیره. یه مقدار زعفران دوباره اضافه میکنیم بهش و شروع میکنیم که برنجمون رو آبکش کردن. من معمولا شب قبل برنجم رو خیس میکنم با نمک و الان 3 تا استکان بزرگ برنج ریختم و خیسش کردم و فرداش که دارم الان که میبینید برنج رو آبکشش میکنم. برنج هم وقتی میخواید بدونید که آماده است، وقتی که 2 برابر شد برنجتون، یعنی اینکه الان موقع آبکش کردنش است. درصد برنج رو من توی یه صافی ریختم و آب اضافه‌اش رو گرفتم و کمی با آبوش رو شستم و یک کفگیر برنج تای قابلمه ریختم و یک کفگیرم از کلم پلو. دیگه من آب و روغن تای قابلمه نریختم، چون به خاطر اینکه خود کلم و این مواد خودش هم روغن داشت و هم یه ذره از به خاطر که کلمه وقتی که به یه ذره حرارت مینه به آب میفته و لازم نبود که من بخوام آب اضافه بریزم. و به خاطر اینکه این کلم پلو ما خیلی خوشتم خوش عطر بشه، دارچین دیگه حرف اول رو میزنیم توی کلم پلومون و زعفران. بعد وقتی که اینا رو قاطی کردیم، ما یه مقدار زعفران میریزیم روی برنجمون و میذاریم روی یه دمکنی، روش قرار میدیم که چون ما میخوایم با بخار این برنج ما دم بکشه. شعله گاز که زیاد کردیم اینو بعد کمش میکنم و میذارم که حسابی حدود 20 تا 25 دقیقه دم بکشه که این زمان گذشت و الان برنج ما حاضر هستش و برای سرو کردن. دوستان این غذا خیلی خوشمزه است و خیلی مقویه و ادویه‌ای که بهش اضافه میکنید حرف اول رو میزنه تو کلم پلو که خوش عطر بشه، که همون زعفران هستش، دارچین هست و هل، پودر هل. اگه این 3 تا مواد رو شما اضافه کنید، یک کلم پلو خیلی خوش عطر خواهید داشت. در صورت کلم پلو ما آماده است. امیدوارم که درست کنید، میل کنید و لذت ببرید و امیدوارم که از ویدیوی منم خوشتون اومده باشه. امیدوارم که روزگار خوبی داشته باشید، سلامت باشید تا ویدیوی بعدی.